قرار است آزمون گروهی برای بست های 5 به 6 خدمات ملکی و آموزگاری در هرات برگزار شود. مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری میگویند قرار است از میان 16,000 درخواستنده نزدیک 1,700 تنشان در بست های گوناگون جذب شوند. از سوی شماری از درخواستندگان خواهان برگزاری شفاف این آزمون و پیشگیری از تقلب در آن هستند. حسینی خواه گزارش می دهد. روند انگشت نگاری یا بایومتریک درخواستندگان بست های 5 و 6 خدمات ملکی و آموزگاری به روز شنبه در هرات آغاز شد. 16,000 نفر برای این بست ها ثبت نام کردند و قرار است از این میان 461 نفر در بست های 5 و 6 خدمات ملکی، 1,170 نفر در بست آموزگاری و 37 نفر هم در بست آموزگار تربیه معلم مقرر شوند. و در سطح هر زون و ولایت اما عدد بست های کمبودشان از اون بلندترین نمره و پایان انتخاب میشه، کلش با کد است، نام و ولد و ولدیت ذکر نیست. ما اینمی تجربه گذشته ما نشان میده که انشالله که در این دست غرض کار کرده نمیتونه. شماری از درخواستندگان که برای انجام روند بایومتریک و دریافت کارت آزمون در اینجا گرد آمده اند از بی‌نظمی در این روند شکایت دارند، اما نگرانی اصلی درخواستندگان بروز تقلب در جریان برگزاری آزمون گروهی است. آرزومندم انشالله که با شفافیت کامل برگزار بشه، دیگه ببینیم چی میشه. دیگه نظمه که فیلن اینجا ما میبینیم، دیگه از او هم ایانه، دیگه چیز که ایانه چی حاجت به بیان. یا با پول خریده میشه یا پارتی بازی هست و به اصطلاح از امتحان بالاخره یک بهانه هست، ولی کسایی که به او چوکی قرار میگیره از قبل انتخاب میشه و وقت کامیاب شده نشسته است. اما چه تضمینی وجود دارد که در جریان آزمون تقلبی صورت نگیرد؟ مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری میگویند این آزمون با استفاده از فناوری‌های جدید و با کارگیری دستگاه‌های پیشرفته صورت می‌گیرد. ما هم طرفدار از این هستیم که یک فضای سالم و دور از فساد با وجود بیاید تا جوانان مستعد ما، کسانی که زحمت کشیدند، درس خواندند، بیدارخوابی‌ها کردند، امروز بدون تبعیض و امتیاز شامل پروسه شوند و بیان به وظایف دولتی. این در حالی است که پیش از این از تقلب‌های گسترده در آزمون‌های رقابتی بست‌های حکومتی و نیز خرید و فروش بست‌های حکومتی در برابر پول و دخالت افراد صاحب نفوذ در روند استخدام شکایت‌های فراوانی وجود داشت.